نقش خنده ها برلبان هنرمند معلول باف می خورد که با دهانش زندگی را بر تصویر می کشد. ربابه محمدی دختر 18 ساله‌ای که از لحاظ جسمانی معلولیت دارد، با استفاده از قلمی که بر دهن می گیرد نقاشی می کند. نقاشی هایش هزاران درد ناپیدا را فریاد می زند. خانواده او مالستان ولایت غزنی را به مقصد تداوی و رهایی ربابه از معلولیت ترک کردند، اما در شفاخانه های کابل تداوی نیافت و خانوادهش به دلیل مشکلات اقتصادی نمی تواند وی را به خارج از کشور برای تداوی انتقال دهند. اکنون ربابه با معلولیتی که دارد مبارزه می کند. او 18 بهار و زمستان زندگیش را با معلولیت گذرانده است. 4 سال می شود که زندگی ربابه با هنر نقاشی گره خورده است. نقاشی هایی که نشانه شهکاری اوست. ربابه تا کنون 200 اثر را خلق کرده است. ما اولین بار قلم با پای خود گرفتم، هر قدر کوشش کردم نه من نتونستم تا یک الف نوشته کنم، یک خط راست بکشم روی پای. و کتابچه و قلم از خواهرام می گرفتم، چون در خانه چیزی نبود من کار کنم. بعد قلم با دهن گرفتم و تونستم یک الف بی بنویسم، چون من اصلا نه تا نام خودم نه نمیتونستم بنویسم. بله. و خواندن نوشتنم در خانه یاد گرفتم و اولین رسومی که من کردم سبد توتی فرنگی بود. در دنیا و افکار بزرگ ربابه اندیشه های بلند و رویه های فردای روشن موج میزند. روزی یگانه آرزوی ربابه داشتن ولچر بود. کوکنون وی به این آرزویش رسیده است. ربابه زمانی به شهرت جهانی رسید که دوربین رسانه ها با وی آشنا شدند و امروز او تنها یک دختر معلول در کنج خانه اش نیست. او یک قهرمان جنس خودش است که هیچگاه تسلیم ناملایمت ها نشده است و با تلاش و همت وافر بهتر از دیگران قد برافراشته است و امروز به جایگاه بلند رسیده است. ربابه تنها با دهان و انگشت پاهایش تمام کارهایش را انجام می دهد. با نوک زبان پیام با دوستانش رد و بدل می کند. این در حالی است که ربابه مکتب نرفته است، اما می تواند که بخواند و بنویسد. کارهایی را که ربابه انجام می دهد خیلی از انسانهای دیگر با دستان و تنهای سالم حتی به درستی انجام داده نمی توانند. ربابه با استفاده از وسایل آرایش صورتش را نقش دیگر می بندد. ریمل و میکپش را باز می کند. با احساس دخترانه به سلیقه فردی خود خودش را آرسته می کند. و من بیشتر در چادر خود احساس هستم. چرا چادر می رقم است؟ چرا لباس می رقم است؟ باید همه چیز از دلم باشه و این و از همه چیز که خیاط مهم می گیرم. باید در پیش خیاط مادرم لباس های من را ببره جور کنه که واقعا همه چیز عالی جور کنه، ولی همه لباس های من همه از لباس های خود مشکل دارم. تنها دوست و یار همیشگی ربابه خواهرش است که دنیای پر عطوفت خواهران ندارند. ربابه نیز می تواند که خواهرش را آراسته کند. ربابه که است زود سر ارمزو جدی میشه، زیاد زود جدی میشه. بازه وقت اگه مثلا مادرم باشه شاید سرش خال مغال کنه چرا قصد جدی شدی. من میشینم یا با که پاش گوش میتم یا میشینم یگان چی برش میکنم نصیحتش میکنم. خب هر چی که مثلا در دلش باشه، هر چی یا مشکل داشته باشه، هر چی کدام چیز باشه که برای من گفته باشه او رد من برای من میگه. الماس از تراش میدرخشد و انسان از تلاش. ربابه محمدی که نمونه یک فرد دارای معلولیت موفق در کشور است، اکنون چه رویاهایی در سر دارد؟ احساس دخترانه ای که به دلم چنگ میزنه من واقعا حیرت زده میشم و با امیدوار هستم حتی من 1% هم که از درمانم 1% هم که امکانش باشه. بله. من امیدوار هستم و میخوایم که درمان شم. سرگذشت ربابه داستان استعداد، ایستادگی، انعطاف، تسلیم ناپذیری و اراده آهنین است. اکنون مادر ربابه از دخترش چنین قصه می کند که وقتی که یک نفر در استقبالش می یک در یک طرف مره، خصوصا سال چند وقت پیش در ایراد رفت یک نمایش گرفت، آقا قچی که را مرم یک احساس بگی یک قوت در وجود ما بگی یک قوت. این
در خدای تبارک نیک بگه قوت گرفتم ما او قدر بخی آیاجان میشم بخی که در این طرف فکر نم که نه وقتی رو بابا که در خوانشی بود که فکر نم بخی بگه مخو میبینم هیچ باور نمیشه. آری روبابا محمدی دختری که نمونه از یک فرد دارای معلولیت موفق در کشور بوده است. روبابا درس توانستن را در عمل ثابت کرده است. تصاویرش هزاران ناگفته ها را بیان می کند. او بیش از 200 اثر دارد و می خواهد توسط تصاویرش توجه افکار عمومی را در مورد وضعیت زنان رقم زند و همه مردم را متوجه قشری به نام زن و در مورد زندگیشان و با چی چالش های مواجه می شوند.